تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى والهمن التقوى. سر سفره قرآنیم، آیه به آیه تلاوت میشه. ما هم هر آیه چند دقیقه ای تفسیری داریم، ساده، روان، فشرده، قطره‌ای. به آیه 61 رسیدیم از سوره مریم، جزء 16. این آیه 61 رو بشنوید. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه كان وعده مأتيا. بهشت هایی که دائمی است، اون بهشت هایی که خداوند رحمان به بندگانش به غیب وعده داده. انه کان وعده مأتيا، که مسلما وعده های خدا تحقق یافتنی است. در آیات قبل فرمود که بحث توبه بود، اگر کسی توبه کند، ایمان بیاره، عمل صالح انجام بده، یدخلون الجنه لا یظلمون شیئا. اینجا میگه جنات، اونجا میگه یدخلون الجنه، اینجا میگه جنات. این اول حلش کنیم. جنت یعنی یک باغ، جنات یعنی باغ‌ها. بالاخره بهشتی ها یه باغ دارن، چند تا باغ؟ بهشتی ها باغ‌ها دارن. اونجا میگه جنت جنسه، مثل که مثلا میگیم آب، معنی آب جنس آبه، یعنی شامل 100 تا لیوان، شامل 100 تا استخر، شامل اقیانوس. جنت جنسه، یعنی مطلق و کلیشو میگیم. ولی به قول قرآن هر انسانی حداقل 4 تا باغ داره. داریم که ولی من خوف مقام ربهی جنتان، هر کس اهل تقوا باشه، از مقام پروردگار پروا کند، خلاف نکند، جنتان. دو تا باغ داره. بعد دو مرتبه فرمود و من دونه ما جنتان، یعنی برای اهل تقوا دو تا باغ. توصیف میکنه که باغ چنین و چنینه، بعد میگه غیر از این دو باغ، دو باغ دیگر هم هست. من دونه ما جنتان، دو و دو 4. حداقل هر انسانی 4 تا باغ داره. اونجا هم که بهشت، بهشتی است که عرضها، باز از قرآن بکنم، عرضها که عرض سماوات و الارض، یعنی صحنه اون، حالا عرض یا مقابل طوله، یعنی عرضش عرض آسمان و زمینه، وقت طولش معلوم نیست، یا عرض یعنی صحنه. عرض رو به دو معنا میشه گفت. پس قرآن جایی که میگه، اول که اکثر آیات میگه جنات باغها، اونجا هم که یه بار میگه باغ، نه یعنی یه دونه باغ که با جنات مخالف باشه، جنسه. یه وقت میگم که 10 تا لیوان آب بیار، یه وقت میگم آب بیار که خود آب شامل 10 تا لیوان هم میشه، شامل یه تنگ و یه پارچ هم میشه. منزل ما آب هست، هم شامل میشه یه لیوان، هم شامل میشه که لوله کشی آب، یعنی شامل تمام آبهایی که تو لوله ها هست و ادامه داره هست. عدن، عدن چه؟ عدن همون معدنه. چرا میگن معدن؟ معدن یه جایی که میگن مثلا معدن عقیق، معدن فیروز، معدن طلا، یعنی طلاهای زیاد اونجا ثابته. هر جا ثابته میگن معدن. جنات عدن یعنی باغهای ماندگار، نه باغهایی که یه سال ملخ میاد، یه سال پشه میاد، یه سال نمیدونم کر میزنه، یه سال آفت میزنه، یه بار سال یه بار پاییز میشه زرد میشه. جنات عدن، باغها، باغهای ماندگار. وعد الرحمن، خدای رحمان وعده داده. من نمیدونم این سوره مریم چه خصوصیتی داشته. تو قرآن بیشترین کلمه رحمان تو سوره مریمه. در هیچ کدوم از این 14 سوره 16 مرتبه کلمه رحمان نیامده. مسئله رحمان خیلی تکرار شده اینجا و مختلف هم هست، جاهای زیاد کلمه رحمان اومده. مثلا می فرماد که اعوذ بالرحمن، نظرت الرحمن، للرحمن اسیا، عذاب من الرحمن، آیات الرحمن، وعد الرحمن، اشد علی الرحمن، فلیمدد الرحمن، اترد عند الرحمن، نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اتخذ الرحمن ولدا، دعو للرحمن ولدا.
سیدل رحم الرحمن و دائین در هیچ سوره مثل سوره مریم اقدر کلمه رحمت نیومده و همه چیزم که گفت همه سرچشمه‌های رحمته. به پیرمرد 100 ساله تقریبا مثل زکریا اولاد دادن سرچشمش از رحمته. به حضرت ابراهیم در پیری بچه دادن رحمته. درخت خشک خورما رو تازه دادن رحمته. چشمه آب زیر پا مریم رحمته. دلهاره مریم با گفتگوی این نوزاد تو شکمش رحمته. همش الطافی که خداوند به اولیاش میکنه، دعاها که مستجاب میشه رحمته. کسی اگر توبه کنه به باغها میرود، باغهای همیشگی، باغهایی که خدا وعده داده به بندگانش. بلغیب اول قرآن داشتیم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. غیب چی؟ هر چیزی که ندیده نیست غیبه. حضرت مهدی غیبه، خود خداوند چون با چشم ظاهر دیده نمیشه ولی با دل میفهمیم و او را میابیم، ولی خداوند غیبه، قیامت غیبه. خداوند به عنوان یک پاداش غیبی وعده داده بود، حالا انه کان وعده معتی یا وعده‌های خدا انجام شده نیست، تحقق شده نیست. و من اوفا به عهده من الله. قرآن میگه کی وفاتر از خدا که به وعده‌هاش وفا کنه. خب خدای تو رو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق توبه مرحمت کن و این وعده‌هایی که به اولیا دادی به ما هم مرحمت کن. ما هم از اون باغ‌ها، از اون نهرها، از همه بالاتر از رضوای تو، همسایگی اولیاء خودت و شیعتو کم علامنا و نمن نور مویضتن وجوهم حولی فی الجنه. پیغمبر فرمود که یاران امیر المومنین علی علیه السلام در بهش همسایه من هستن، اطراف من هستن. جوار رحمت، جوار اولیاء، اون کامیابی ها رو که به بندگان خوبت دادی نصیب ما هم بفرما. آیه 61 تا اینجا کافیه. السلام عليكم ورحمة الله.